در برنامه امروز مقدمه نداریم، مؤخرم نداریم، از همون شروع برنامه سعی میکنم که وارد متن اصلی برنامه بشیم. میدونید که چندی قبل یک اعلامیه منتشر شد با امضای تعدادی از فعالان سیاسی تحت عنوان هشدار به آخرین ولیعهد ایران از سوی 54 امضا کننده‌ای که از سوابق متعدد در حمایت از نظام پادشاهی در ایران برخوردار بودند و به هر حال در وفاداریشون به نظام پادشاهی جای هیچ گونه تردیدی در واقع نبود و این دوستان آمدند و اعلامیه ای رو منتشر کردند و در این اعلامیه هشدارهایی رو خطاب به شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرد. خب این هشدارها در واقع اساسش بر مواضع ملی شاهزاده رضا پهلوی عنوان بود، استوار بود، ولی نکته بسیار مهم این بود که امضا کنندگان این بیانیه ثابت کرده بودند در طول سالهای بسیار طولانی که از وفاداران به نظام پادشاهی ایران هستند و سالهای سال وفادار بودند و معتقد بودند به ارزش‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی از اونها برای فعالیت‌های خودش استفاده می‌کرد و شاید گله‌هایی داشتند، نکاتی داشتند که اینها رو هم جمع شده بود و به یک باره در این بیانیه خودش رو نشان داد. این بیانیه در شرایطی منتشر شد که با شرایط قبلی قابل مقایسه نبود و نیست. امروز کشور ما در شرایط فوق‌العاده حساسی به سر می‌بره. ما نه تنها مسائل داخلی فراوانی داریم که ناشی از یک رژیم جنایتکاری به نام جمهوری اسلامی هست، حقیقت چه بخواهید با همسایه‌های متجاوزی هم مواجه هستیم که اونها در پی در واقع قطع قطع کردن ایران و نشانه گرفتن، یعنی آرزوی دیرینه خودشون رو امروز فکر میکنن در آستانه تحقق و سعی میکنن به انواع حیل مختلف فعالانه در این زمینه کار بکنن. خب حالا در این وانفسا ما در اپوزیسیون خارج از کشور، چون در مورد اپوزیسیون داخل کشور نمیتونیم نظر خیلی روشنی رو داشته باشیم، برای اینکه شرایط رو نمیدونیم، شرایط کاملا متفاوته، میشه یه سری تحلیل ها رو ارائه داد، ولی در مورد خارج از کشور چه برای من جمهوری خواه بخواهم قبول بکنم یا نکنم فرقی نمی کنه در اصل ماجرا، یک نیروی اساسی که وجود داره، بالقوه وجود داره و از یه نوع شناسایی نسبی بین المللی هم برخورداره که در شرایط بحرانی فوق العاده با ارزشه، طرفداران نظام پادشاهی هست، کسانی هستند که به هر حال یه سمبل زنده‌ای رو دارن به نام شاهپور رضا پهلوی و این شاهپور یک ارتباطایی رو راحت‌تر میتونه برقرار کنه تا بقیه این اپوزیسیون و این یه سرمایه است و بهش این سرمایه رو من فکر میکنم هر کسی که دل در گروه ایران داشته باشه، چه با ایشون موافق باشه چه موافق نباشه، به هر حال براش ارزش خاص قائل است. چطور شد که کار به اینجا کشید که عده‌ای از این دوستان که افراد فوق‌العاده فرهیخته‌ای هم هستند، اینها در این وانفسا دست به نوشتن این اعلامیه زدند؟ بلافاصله دفتر شاهزاده رضا پهلوی این گروه رو متهم به این کرد که همشون عوامل جمهوری اسلامی هستند. خب ممکنه از این ادعاها بشه، ولی این ادعاها به جایی نمیرسه، چون این افراد اسامی که این بیانیه را امضا کردن امتحانشون رو دادن، دیگه زمان خودفروشیشون به جمهوری اسلامی نیست. نمیشود رد کرد که ممکنه عوامل نفوذی هم باشد، ولی اساس این بیانیه توسط افرادی امضا شده است که به هر حال عمری رو در گرو بازگشت پادشاهی به ایران
و استقرار دموکراسی از نوع سلطنتی اون در ایران گذاشتن. امروز من این شانس دارم با کسی صحبت بکنم که متن اصلی این بیانیه رو او نوشته. و چرا این کار رو میکنم؟ برای اینکه حقیقت چه بخواهید، روز جمعه گذشته دوست ارجمند من آقای شهرام همایون برنامه رو در تلویزیون کانال یک اجرا کرد که برای من فوق‌العاده حیرت انگیز بود. باید عرض کنم خدمتتون قبل از من آقای شهرام همایون با مهمان امروز برنامه من گفتگو کرده. اما برنامه روز جمعه آقای شهرام همایون یک برنامه بود که سبب شد من اولین پرسشم رو از مهمان گرانقدر امروزم بتونم تغییر بدم و اصلا برم اون خط رو ببینم اون خط داره چی میگه. آقای شهرام همایون در برنامه بسیار با دقتی که اجرا کرد و با ظرافتی که از نظر طرز بیان خودش داره آمد یک مسئله رو مطرح کرد. گفت آقا به هر حال چه آقای رضا پیرزاده که من معتقدم ایشون سردار رضا پیرزاده است و چه خانم نازیلا گلستان که من معتقدم ایشون خواهر نازیلا گلستان، البته این القاب رو آقای همایون به این افراد نمیدن، ولی همون حرفای خود آقای همایون. آقای همایون گفت بیایم یه جشنی برپا کنیم، گلم بگیریم، کادو هم بگیریم، همه این کارا رو بکنیم و از این دوستان بخوایم که آقا از خدماتتون متشکریم، شما استعفا بدید و از دفتر شاهزاده مدتی برین کنار، بذارین به قول معروف باد بیاد، بگذارید که یه مقداری فضا از این حالت التهابش رد بشه. این بیان اول جدی نگرفتمش، کلی لبخند به لبم آورد این ظرافت شهرام همایون، ولی حقیقتی توش بود. در نهایت ادب و تواضع داشت، میگفتش که آقایون درسته که شما خدمت خیلی زیادی کردین، ولی الان جو افکار عمومی مخالفان رژیم در خارج از کشور بیش از اونچه که به کارهای مثبت شما فکر کنه دوچار یک نوع منفی گرایی است، خب کنار برید. منتها نه به صورت غضب‌آلود، جشن براتون میگیریم، مهمونی میدیم، شام میدیم، کادو میدیم، همه اینا رو میدیم، شما برین کنار. این پیشنهاد آقای شهرام همایون منو به اینجا رسوند که ضمن معرفی مهمان گرانقدرم در برنامه امروز اولین سوالم رو از ایشون اینطور مطرح بکنم. دوست مهربان من، دوست ارجمند و فرهیخته جوان من، آقای بردیا پارس. آقای بردیا پارس که من فکر میکنم همسن فرزندان من هم باید باشه، یک جوان محقق ارزشمند ایرانی است که در دانشگاه از دانشگاه سوربن، دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن فارغ التحصیل شده، هم اکنون در دو دانشگاه کمبریج و هاروارد داره دوره های دکترای خودش رو میگذرونه و قصد داره بگذرونه. برای دوره دکترای خودش در از دانشگاه کمبریج حتما دو سال باید از فرانسه خارج بشه، به انگلستان بره و اونجا مقیم باشه، و همینطور برای دوره دکترای دانشگاه هارواردش که اکنون به عنوان پژوهشگر در این دانشگاه مشغول کار و گذراندن دوره دکترای خودش هست، تحصیلاتش رو ادامه بده. بنابراین ما با یه آدمی مواجه هستیم که صحبت کردن باهاش خیلی آسون نیست، چون یکی از تخصصهای ایشون فلسفه منطقه. اگر آشنا باشید با کسانی که منطق میدونن میدونید که گفتگو باهاشون ساده نیست. اجازه بدید سلام بکنم به آقای بردیا پارس و از ایشون اولین سوالم رو مطرح کنم. جناب بردیا پارس خوش آمدید به برنامه نسیم شما. درود بر شما، تون قبول کنم به برنامه چند بار گرامه شما سپاس گذارم که من گفتم. متشکرم آقای بردیا پارس. فقط استدایی که من از حضورتون دارم وقت صحبت کردن، چون لرزش صداتون پیدا میکنه، قدری اگر ممکنه از شور جوانی کم کنید و ثابت باشید. میبینید حرکت کردن من خیلی مشکله، یعنی من صاف و همچین نشستم مثل درخت کهن، ولی شما به سایقه جوانیتون بیشتر حرکت میکنید. اگر کمتر حرکت بکنید صدا بهتر خواهد. جناب بردیا پارس، به سوال من این سوال ساده است، پاسخ بدید. آیا شما
در جریان تشکیل شورای ملی بودید یا نبودید؟ خیلی نبودید؟ خیلی. بسیار خوب. شما از کی ارتباطتون با شاهزاده رضا پهلوی برقرار شد؟ سه سال پیش از خروجم از ایران ارتباطم با شاهزاده رضا پهلوی آغازید. من در برنامه با جناب شهر مولانی اشتباهی کردم، یک سالی که در مسیر بودم محاسبه نکردم، اما نکردم. من سال 2007 خارج شدم، بنابراین از سال 2004 با ایشون برای نخستین بار پیوند. آیا شاهزاده رضا پهلوی در خروج شما از ایران نقشی داشتند یا خیر؟ بله. یعنی به شما کمک کردند ایشون؟ بله. از کی ارتباط شما برقرار شد در خارج از ایران با شاهزاده رضا پهلوی؟ قطع نشد که دوباره برقرار شد، ولی من در سلیمانیه در عراق ایشون در پیوند بودم و در یونان دوباره بود که بخشی از مسیر من بود به اروپا و در جای پیوند، حتی در مسیر که به مقصد نرسیده بودم باشه من بودم پیوسته. جناب بردیا پارس، شما با ساختار گفتید در جریان تشکیل شورای ملی نبودید، اما سوالم اینه که با ساختار شورای ملی آشنایی پیدا کردید یا خیر؟ ببینید، پرسش شما رو به این معنا من دریافتم که آیا من در فراروند تشکیل این پروژه سیاسی ایفای نقش داشتم؟ خیر من به این پرسش به این معناست، وگرنه من میدونستم از پیش که بناست چنین جریانی شکل بگیره و این آگاهی رو به وجود و تشکیل این جریان داشتم، ولی خودم در جریانش نبودم، در جریان ایجادش و شکلش. بسیار خوب. شما به عضویت شورای ملی در آمدید یا خیر؟ من هیچ وقت اون منشور رو امضا نکردم. مشکل شما با منشور چی بود؟ در وقتی نخست منشور ایستاده بر چارچوب ملی نبود، به مشخص یعنی شما معتقد بودید که این منشور کافی نیست از نظر برآوردن خواستا، درسته؟ نه تنها کافی نیست، در تضاد. کجا در تضاده؟ ممکنه بفرمایید؟ شما اگر وجود کشور ایران رو مقدم بر هر ارزش دیگری قائل نشید، این با هر کسی، با هر ایرانی که وجود ایران رو در اولویت شماره یکش بگذاره در نظر. پس شما اصولا در ماهیت شورای ملی و اساس وجودیش از اول تردید داشتید، درسته؟ تردید به چه معنا؟ من شکی نداشتم، به طور مشخص شناسنامه سیاسی این مجموعه سیاسی نشان میداد که ایران بنیاد نیست. آیا این موارد رو مستقل از افرادی که اون رو درست کردن، اون رو ساختن، پرداختن؟ آیا نقد خودتون رو به شاهزاده رضا پهلوی بیان کردید، گزارش کردید، گفتید یا خیر؟ این مجموعه سیاسی که در موردش صحبت میکنید، ببینید جان فروزنده، من البته با اصلاح این رو عرض بکنم، من عموما دوست داشتم به این دستگاه سیاسی که ایشون گرفتار شدن، خودشون رو گرفتارش کردن بپردازم. چرا؟ اجازه بدید جناب پردیا، من اولا هیچ عجله ندارم گفتگو با شما رو تمام بکنم، برای اینکه شما یک ظرفیت فکری فوق‌العاده با ارزش رو میبینم، به خصوص که به نسل فرزندان من تعلق دارید. این خیلی امید بخشه که این نسل تک و توش کسانی پیدا میشن مثل شما، حالا مهم نیست،
با شاهزاده رضا پهلوی موافق باشید، مخالف باشید، با من موافق باشید، مخالف نباشید، به هر حال این در این ماراتون سیاسی ما چوب دستی رو باید به شما تحویل بدیم در هر موقعیت که هستید. بنابراین من عجله ندارم که امروز با شما این گفتگو رو تمام بکنم، میخوام خیلی دقیق با هم جلو بریم. ببینید، شما ابراز کردید که در خروج شما از ایران شاهپور رضا پهلوی نقش داشت. این به هر حال نوعی حق شناسی رو به دنبال میاره. شما برای ابراز این حق شناسی در زمینه سیاسی در رابطه با شورای ملی با شاهزاده چگونه بحث میکردید؟ اصلا صحبتی کردید یا نه؟ برای شما دو بخشه. این که من سپاسگزار مهر بالاحضرت رضا پهلوی هستم یا نیستم، من اون سپاسگزاری رو اساسا در چارچوب یک دستگاه سیاسی که ایران بنیاد نیست و سالها بعد از وجود آمدن اختلاف من با بالاحضرت رضا پهلوی اساس وجودش رو در واقع به لحاظ تاریخی نوشته، روی کاغذ نوشته، نمیگیرم. این دستگاه سیاسی که شما ازش نام میبرید زمانی شکل میگیره که من بر سر چارچوب ملی با بالاحضرت رضا پهلوی اختلافات جدی خودم رو پیدا کردم، بیشتر با ایشون در میان گذاشتم و مصادف هست شکلگیری این دستگاه سیاسی با خروج من از رایزنان ایشون، از زاویه رایزنان ایشون و عدم همکاری به مانند پیش. آقای بردیای عزیز، شما اشاره کردید پذیرفتید که جزو رایزنان شاهزاده رضا پهلوی بودید، درسته؟ بودم، بله. خب ممکنه بفرمایید که برداشتتون چیه؟ یعنی به هر حال چند سال در این سمت نرسمی ولی به هر حال بودید، جزو تیم رایزنان ایشون بودید، میخوام برداشت صادقانه شما رو ابتدا داشته باشم به عنوان یک جوان اهل فلسفه منطق و اهل سیاست. میخوام به من بفرمایید شما که تا چه حد واقعا شاهزاده رضا پهلوی به اونچه که به یک نوع حرکت دموکراتیک اصلا معتقده یا رفتار شاهانه است؟ یعنی وقتی با ایشون میشستید به گفتگو فهم میکردید با یه آدمی نشستید که میتونید قانعش کنید، رأی بدید، رأی بگیرید، حتی او رو در اقلیت قرار بدید، یا نه با یک پادشاه طرفید یا بالقوه پادشاه؟ سوال ساده ای نیست. من به این علت که مستقل از پاسخش که در درون دبیرخانه چه میگذره مثبت بوده یا منفی بوده ترجیح میدم پاسخ ندم. شما در واقع با این پاسخ ندادنتون جناب وردیا پارس به من پاسخ دادید، متشکرم. منم بیشتر از این جلو نمیرم. حالا به هر حال با اعضای دبیرخانه، دبیرخانه شورای ملی و دفتر شاهزاده رضا پهلوی شما در تماس بودید، به دفعات، به کرات و آشنا بودید با فعالیتاشون، درست میگم جناب وردیا؟ بله. من در مورد پرسش قبل برای اینکه عدم پاسخ دادن من معناش برای مخاطبین، برای گوشندگان شما خواهد بود که ایشون دیبرال و دموکرات نبودن، برای جلوگیری از این فکر درست نیست. توضیح رو میدم خدمت اگر استدام. ببینید، ایشون اونجایی که به مسائل سیاسی برمیگرده به نظر من برخورد منطق و نیادی با مسائل سیاسی نداشت، ولی به لحاظ شخصیتی انسان خیلی خیلی دموکراتی هست. این ارزیابی من از ایشون. خیلی متشکرم از این ارزیابی صادقانه شما. حالا بینندگان عزیز توجهتون رو جلب میکنم، مدت 20 دقیقه از برنامه گذشته، حدود 10-12 دقیقه است من با آقای بردیا پارس صحبت میکنم و حالا متوجه میشید با یه متخصص منطق، برای اینکه شما پاسخ بگیرید بعد در مورد سوالی که میکنید
خیلی راه ها رو باید برید، شاید موفق بشید بگیرید، شاید هم موفق نشید پاسخ بگیرید. سوال من اینه، شما ارتباط با دبیرخانه شورای ملی داشتید؟ با فعالیتاشون آشنایی داشتید؟ هیچ وقت من با دبیرخانه سازمان سیاسی در هیچ. شما از کی در واقع مغضوب درگاه واقع شدید و یا خودتون ترک کردید دبیرخانه یا تشکیلاتو؟ ببینید دبیرخانه به چه معنی است؟ دبیرخانه به معنای رسیدگی به کارهای شخصی شاهزاده رضا پهلوی است. من وقتی عرض میکنم خدمت شما و نیوشندگان، چون که در خدمت اعلیحضرت رضا پهلوی بودم، چه در ایران چه بعد از ایران، برای نمونه در ایران برایشون پیامی نوشته میشه، بهشون پیشنهاد داده میشه، خدمتشون عرض میشود که اگر صلاح میدونند این منتشر بشه نسبت به اون موضوع خاص، خب ایشون میپذیرند ایشون یا نمیپذیرند. ببینید همکاری در این سطح ربطی به مسائل خصوصی ایشون یا هماهنگی های ژورنالیستی که ایشون نداره. در خارج از کشور هم کمابیش من این همین در واقع مسئولیت رو که برای خودم قائل بودم ادامه دادم و این مسئولیتی نبود که اتمسوید ایشون به من واگذار شده باشه، یه مسئولیتی بود که خودم برای خودم قائل بودم و به مرور زمان ایشون متوجه این احساس مسئولیت از سمت من شدن و اعتماد روز به روز بیش از پیش میشد و برابر این من به عنوان دبیرخانه ایشون هیچ وقت کاری نداشتم. ایشون مثلا به این سفر بودن، آن سفر بودن، این فرد رو میبینن، اون فرد رو میبینن. مشاور سیاسی کارش این نیست، مشاور سیاسی کارش این است که اگر امروز در ایران جنبش سبز اتفاق میفته و ما مثلا باید تحقیق بکنیم یا باید شرکت بکنیم در انتخابات یا باید یک موضع بیبار خونسا بگیریم، بیایم در این مورد ایشون رو قانع بکنیم که عواقب و پیامد هر یک از این مواضع سپاسگزارم. جناب بردیا پارس، 54 نفر بیانیه ای رو که متن اصلیش رو جناب عالی نوشتید خواندند و امضا کردند. قاعدتا تعداد زیادی از اینها عضو شورای ملی بودند، درسته؟ من چندان با حقوقیت سیاسی امتحانندگان آشنا نیستم، در فرد فرد داریم میدونم که بله چندانی بودن. خب از نظر جناب عالی به عنوان یک استاد، الان شما استادیار هستید و در دانشگاه سوربن مشغول تدریس هستید، ببینید دانشگاه در دانشگاه سانسپو برای به صورت موقت استادیاری کردم. سپاسگزارم، مرسی. جناب بردیا، شما با یه تخصص حیرت انگیزی که در فلسفه و منطق دارید میدونید که وقتی که ما یه تشکیلات سیاسی داریم و با رهبری اون تشکیلات مسئله پیدا میکنیم، قاعدتا بیانیه آخرین راه حل نیست که باید بریم. یعنی من روی خطابم به اون کسانی است که عضو شورای ملی بودن، اسامیشون الان مقابل من هست که اینها عضو شورای ملی هم بودن، تعدادشون هم کم نیست. این کسانی که عضو شورای ملی بودن، آیا به نظر خود شما، چون شما میفرمایید عضو شورای ملی نبودید ولی شما به هر حال نزدیک بودید به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک رایزن و سابقه طولانی داشتید در آشنایی با شاهزاده رضا پهلوی،
تا اونجا که این نکاتی که فرمودید این رو در نظر میگیره و مطرح میکنه. سوال من اینه، وقتی ما صحبت از تشکیلات میکنیم و شورای ملی رو به عنوان یه تشکیلات میشناسیم، قاعدتا اعتراض به حتی حرفای رهبری مثل هر حزب سیاسی دیگری، مثل هر تشکیلات دیگری، قاعدتا این باید در داخل ساختار سازمانی مطرح بشه و جلو بده. چون اونجایی که من میدونم از شورای ملی، شورای ملی وقتی تشکیل شد دارای یه تشکیلاتی بود، یعنی یه تشکیلاتی بود که دفتر سیاسی داشت، دفتر اجرایی داشت و و و و اینا همه انتخابی بود، همه افرادی که اونجا حضور داشتن رأی دادن و افراد انتخاب کردن. درسته. حالا من، برای من حیرت انگیزه وقتی که شخص محترمی که شما باشون گفتگو کردید، جناب شهرام همایون و دوستان ارجمند من هم هستن، ایشون میاد آخرین راهی که به نظرش میاد این است که تقاضا کنه به قیمت یک سپاسگزاری دوستانی که نزدیک به شاهزاده هستند کنار برن و میدون رو باز کنن برای رفع این سوء تفاهمات. در حالی که اگر ما بپذیریم که دفتر سیاسی کسانی که انتخاب شدن برای این دفتر، از جمله این دو نفر که ذکر نامشون شد، اینها بالاخره سمت‌های انتخابی یه دوره‌ای به سر میان و بعد اینا به طور طبیعی چه راضی باشید ازشون چه نباشید میتونید رأی بدید به انتخاب مجددشون، که به انتخابشون بکنید یا انتخابشون نکنید. چطور میشه که اینا ندیده گرفته میشه؟ یعنی میخواد بفرمایید که تشکیلات، برداشت شما به عنوان یک کسی که به هر حال در ارتباط بودید، آیا این است که این تشکیلات اصلا وجود نداره، فقط همه چیز به اعتبار شخص شاپور رضا پهلوی است؟ ببینید، خارج از سوژه نهادن این دستگاه سیاسی که شما ازش آوردین، اگر من به عنوان یک ناظر از بیرون بخوام ارزیابی صادقانه خودم، البته ارزیابی خودم همواره صادقانه است، رو با شما در این باره در اون بگذارم که تأثیر سیاسی این سازمان سیاسی در مدشت آنبوردی در سپه سیاست ایران چقدره، به نظر من به اندازه پرواز یک پشه در آسمان هیچ تأثیری نداره. یعنی اساسا من پدرداد زمان میدونم پرداختن دم رو به محتوای سیاسی به سازمان سیاسی، برای این من فکر میکنم که هیچ تأثیری ندارن، کسی اینا جدید میگیره و فقط درود بهش باعث میشه که گردهش رو بکنن با ما دشنام دادن و فخاشی کردن و از اون روش در روی همیشگی که سراغ داریم از فرهنگ پایین سیاسی در کشورهای جهان سوم. مراد من بیش از هر چیز ولادت رضا بیشتر این باره ها و جایگاه سیاسی ایشون که ما نگرانه اون هست، وگرنه سازمانک سیاسی نه. من جناب بردیا پارس عزیز، شما می‌فرمایید که این سازمان در سپهر سیاسی ایران به اندازه یک پشه هم ارزشش نیست، در حد یک پشه است، این فرمایش شماست، درسته؟ خب اگر اینه، شما رهبری این سازمان هم در واقع رهبری یک پشه است، شما این رو دارید می‌فرمایید، آیا به این حرف معتقدید؟ من به مسئولیت تصویر شما ارائه دادید از عرایز من کاملا معتقدم. بله، تمام نگرانی پیرامون می‌کنه چون همینه که وارد کار سیاسی نشم، چون اگه وارد کار سیاسی بشم وقت رهبری پشه رو در آسمان سیاست ایران ببینم، چون اساسیشون نیست. حالا حتی بزار پهلوی در مسابقه های مهم هم عرض کردم ایشون مشروعیت تاریخی دارن، جایی که هیچ کس رقابت نمیتونه با ایشون بکنه، محل ایشون محل غیر رقابتی است، رقابت ناپذیرن، از تاریخ میاد مشروعیت ایشون. این خیلی مهمه، کدوم حزب سیاسی رو هر چقدر الیتیست ما گرد هم بیاریم، سلام آقا رخ بدن، میتونن همچین مشروعیتی رو داشته باشن. اگر فردا در ایران شرایط هرج و مرج پدید آنارشی به وجود بیاد، چه کسی میخواد پاسخگوی ایشون، پاسخگوی اون شرایط باشه جز ایشون؟
اگر نیروهای نظامی ایران هم از سپاه پاسداران یا آتش در ایران بخوان نظم خودشون رو از دست بدن، فقط یک تن به باور من و ارزیابی من یک مشروعیت تاریخی دارن، البته در کنار اولیاءالامر شهبان و فرید پهلوی، ولی به مراتب در این باره یعنی در حوزه نظامی حتی بیش از ایشون شخص بالاتر از پهلوی مشروع هستن و یک سرمایه استثنایی هم که متأسف هم تو پرواز در بجایی که یه روزی چون خلبان بودن اتفاقی جنگی رو خلبانی میکردن، حالا خود پشه رو دارم از مورد سیاست ایران خلبانی میکردن، این باید سه پرسه بعد من باید سخنی بودم. در واقع شما دارید به من میفرمایید که توصیه غیر مستقیم و مفهومی حرف شما این است که بهتر از شاهپور رضا پهلوی سمت ریاست شورای ملی رو که متاسفانه امروز اسمش هم تغییر پیدا کرده، یعنی شده شورای ملی برای رسیدن به انتخابات آزاد، این خیلی تحول حیرت انگیزی است در جهت تایید نظام جمهوری اسلامی. نمیخوام حالا وارد این ماجرا بشم چون خودش این تغییر نام یه ماجرای بزرگه. شاهزاده شما دارید اینو میفرمایید، شاهزاده رضا پهلوی، شاهپور رضا پهلوی به زعم من باید، یعنی به نفع ملت ایران و به نفع خود ایشون هست و موقعیت سیاسی ایشون، که باید سمت ریاست شورای ملی رو رها بکنند، برگردن به موضعی که قبل از تشکیل این شورا داشتن و میگفتن که همین حرف شما رو میزدن، من یک موقعیت فراجناهی، فراگروهی و فرامذهبی دارن، یه رسالتیست تاریخ به گردنم گذاشته و من نمیتونم عضو یه سازمان باشم و رهبری یه سازمان رو بر عهده داشته باشم. شما در واقع دارید به شاهپور رضا پهلوی یک توصیه دوستانه میکنید که حضور به عنوان رئیس شورای ملی برای رسیدن به انتخابات آزاد در شأن شما نیست و شأن شما را در حد یک گروه سیاسی، یک دسته سیاسی، یک حزب و یک فرقه پایین میاره. درسته؟ من در لحاظ رسانه‌ای آنچه همگانی میتونم عرض بکنم اصلا در مورد شورای ملی صحبت، این سازمان سیاسی رو من به رسمیت نمیشناسم. ولی شما قضاوت کردید بردیا جان، شما قضاوت کردید گفتید یه پشه است. به عنوان یک از سیاسی بله یه پشه است، ولی در مورد ایشون اونجایی که به ایشون ارتباط پیدا میکنه من به ایشون توصیه‌ای ندارم، یعنی توصیه‌ای که بخوام از این طریق عرض بکنم که از دریچه دوربین رسانه با ایشون در میون بذارم نه. بسیار، من چون قادر نیستم پاسخ سوالم رو، سوال اولم رو از جناب علی بگیرم، همینجا سوالم رو مطرح میکنم. شاید کسی پیدا بشه از شورای ملی که به یاریم بیاد و من این رو بفهمم. ببینید، در چپ، نیروهای چپ یک امتیاز هست، یه شکلی 5 نفر آدم که میان یه حزب چپ رو تشکیل میدن، باور کنید محصول کارشون گاه از 500 نفر که یه حزب مشروطه خواه و سلطنت طلب و فرق نمی کنه چه ایرانی چه فرانسوی چه انگلیسیش، اصلا فرقی نداره اینا با هم دیگه، تشکیل میدن محصول کارشون بیشتره. میدونید چرا؟ برای اینکه یه چیزی در چپ وجود داره به نام انضباط تشکیلاتی. خیلی این نظم آهنین و محکمه، یعنی شما اگر ایرادی دارید که آقا در فلان مصاحبه فلان حرف زده شده، قبل از اینکه اینو به صورت بیانیه مطرح کنید در داخل تشکیلات این رو مطرح میکنید و میبرید جلو و بالاخره یا جواب میگیرید یا جواب نمیگیرید. بینندگان عزیز، اصلا برای من روشن نیست که دوستانی که این بیانیه رو امضا کردند که ایرادهایی دارند که از نظر خودشون کاملا وارده، از جمله مصنف بیانیه که امروز شانس و افتخار گفتگو با ایشون رو دارم، من سوالم اینه آیا این مراحل تشکیلاتی طی شده؟ اصلا از روزی که شورای ملی تشکیل شد تا امروز نظم تشکیلاتی این شورا در نقاط مختلف چجوریه؟ آیا فقط همه دنبه دنبال دهان شاهپور رضا پهلوی هستن؟ یعنی همه موجودیت و فعالیت این شورا از اینجا ناشی میشه؟ خب اگر اینه که باعث تأسفه،
اصلا معنیش اینه که سازمانی وجود نداره. حالا برگردیم سر پرسش اصلی که باید از جناب بردیا پارس بکنم و قبل از اینها عملی نبود. بینندگان عزیز، تلفن های شما به طور دائم میاد ولی من نمیتونم به شما جواب بدم، برای اینکه این برنامه وقت تلفنی نداره. حالا شاید در آینده بتونم فرصتی رو ایجاد بکنم، اگر هم نشه از شما عذر میخوام. آقای بردیا پارس، شما اشاره کردید که با بیانیه تشکیل شورای ملی موافق نبودید، این رو میفرمایید، و بعد هم در این اعلامیه‌ای که صادر شده است به از طرف نوشته شده از طرف شما در چهار زمینه مختلف به شاهزاده یا شاهپور رضا پهلوی شما ایراد میگیرید. ممکنه خواهش کنم بفرمایید که پایه‌های ایراد شما چیه؟ یک، و قبل از اینکه به پایه‌های ایراد برسیم بفرمایید به من که برداشت خود شما از هویت ملی، حاکمیت ملی کجاست؟ متری که هر سازمانی رو با اون میسنجید امکان داره؟ حتما. ببینید ایران، وجود کشوری به نام ایران یک جایی باید وجود داشته باشه. ما باید بپذیریم که سنجه معیار اون رو تعریف بکنیم. چجوری میتونیم تعریف بکنیم؟ با شناخت دقیق. ما ایرانی ها حسودا در تعریف یک ضعف بنیادی داریم، یک ضعف تاریخی است. از دوستی نقل میکنم، یک جام شراب رو شما به یک آلمانی بدید، اون آلمانی به شما بگیر خود از آلمانی میخواید که اون رو تعریف، این جام شراب رو تعریف کنید. آلمانی به شما میگوید که این شراب از انگور درست شده، درجه الکلش اینقدر، به نقطه جوشش اینقدر، تعریف این اثر رو بگذاره، این ماهیت رو، این از این عناصر، از این ساز زایبه ها تشکیل شده. همون جام شراب شما به ایران داده. از همیهنان ما بپرسید خب این جام شراب خب تعریف کنه، به شما میگه این می نابه از شیراز آمده، به طعم و لعلدار و بره توصیفش میکنه. یعنی ما یک فرهنگ وسط بنیاد داریم، یک فرهنگ تعریفی نداریم که به خوبی افرادی بیشتر از این مثل داروش آشوگی استاد، مثل فراموش کردم مال منطقه برجسته ایران که نخستین منطقه ما نوشته بود، مهم نیست، به خوبی کنی چند به این مهم پرداختن. ولی این یک ضعف بنیادین تاریخی در فرهنگ ما. به اسلام عزیز من هیچ ارتباطی نداره، به این دین که حالا به دین نمیخوام، دین ستیزی نمیخوام بکنم، اما به این آیین عرب ها هم که کشور ما تاخته مربوط نیست. این یک مشکل فرهنگی است که ما پیش از اسلام هم داشتیم، با خودمون یدک میشیم. چیزی که یونان ها نداشتن، ارسطو 2300 سال، بیش از 2300 سال بر اندیشه بشری حکومت کرد، چون برای هر چیز یک دفنیسیون می‌کنه. این قلم رو به دست می‌گیره، این تعریفش اینه. حتی اگر چون تعریف بنیاد بود، بعد از گذشت 2000 سال نمی‌شد عوضش کرد. یعنی کسی نمی‌پذیرفت که این رو عوض کنه. اینقدر ساختار و ساختمان محکمی بنا نهاده بود. در مورد کشور ایران، در مورد کشورهای دیگر ما اول باید بریم تعریف کنیم ببینیم ایران از نظر حقوقی یعنی چه. ما میخوایم فعالیت سیاسی رو آغاز بکنیم، میخوایم در مورد سیاست در این نظر بکنیم آیا اول باید کشوری وجود داشته باشه یا نه. اگه کشوری وجود نداره پس دیگه اصلا از نام ایران استفاده نمیکنه. اگر ایرانی در کاره پس همه چیز با ایران آغاز میشه. ما شماری از ایرانی ها که به باور من بیش از 90% 95% ملت ایران، هر کس که خود را وابسته به ملت ایران می کنه، هر کس که خودش رو ایرانی وجود ایران، وجود ملت ایران براش اولویت شماری یک. لازم نیست شما از نظر سیاسی ناسیونالیست باشید، سوسیالیست باشید، لیبرال، تفاوتی نمی کنه. کافی است اول یک ایرانی باشید
اینا مسائل سیاسی نیست، اینا مسائل ملی است، اینا مسائل وجودی است. وجود کشور ایران، ملت ایران، این کارکاده هر نگاه و نشست در سیاست. چگونه تعریفش میکنیم؟ یک، ما یه چیزی داریم به اسم حاکمیت ملی. عالی ترین منشأ اقتدار حقوقی و سیاسی است حاکمیت، که ما اون رو از آن ملت ایران، نیشن ایران. حالا دو چیه؟ خود نیشن، ملت ایران، یگانگی ملی، یعنی ایران یک کشور، یک ملت، یک ملیت. سه، یک پارچگی سرزمینی، هوای ایران، زمین ایران، خاک ایران، آب ایران، نمیذاریم. همه جاش باید اون جایی که بهش چارچوب جغرافیایی ایران گفته میشه، نمیذاریم تخطی میشه، نمیذاریم بهش تجاوز میشه. این رو نگرمش میداریم. همونطور که از نسل پیش تحلیل گرفتیم، بدون اینکه توسعه، اگر کسی خواست فردا به ما بپیونده، خب به شیوه دموکراتیک بود، ایرادی نداره. ولی آنچه امروز هست، نمیذاریم کسی بخواد بهش تجاوز بکنه و یا بخواد نقض بشه. یک پارچگی سرزمینی، تمامیت ارضی، تریتوریال اینتگریتی. و اصل چهارم استقلال سیاسی است. تومن یک مسئله است رو به بیرون، رو به بین الملل. کشور ما یک کشور مستقلی است. هر آنچه در نشه اتفاق بیفته توسط ملت ایران، توسط اراده مردم، توسط شهروندان ایران باید به سرمقصد محسوب برسه. ما بیگانه، دخالت بیگانگان رو نمیخوایم. ما دموکراسی از گلوله های ناتو، نیتو نمیخوایم. ما دخالت بشردوستانه به روشی که قذافی در لیبی به مردمان لیبی به اون دموکراسی رسیدن، ما اون رو نمیخوایم. ما استقلال سیاسی خودمون رو میخواهیم. با ملت ایران اگر خارجی ها دخالت نکنند، چوب لای چرخ ما نزنند، عربستان سعودی و اسرائیل مانع نشند مبارزه ما و جمهوری اسلامی به ترمزها، به دست اندازهای اونها بکنه، که حتی مجبور بشیم که جاهایی در کنار آرتش بایستیم روبروی اونها اگر لازم باشه. اگر اونها کارشکنی نکنن، ما خودمون میتوانیم جمهوری اسلامی رو نابود بکنیم، نظام سیاسی ایران رو بر پایه حقوق بشر و مردم سالاری بنا بکنیم و آینده و سعادت خوبی رو برای ملت خودمون، برای خودمون رقم بزنیم. اگر خارجی ها دخالت نکنن، خودمون میتونیم. استقلال سیاسی ایران باید رعایت بشه، ازش دفاع بشه. و این چهار از، یعنی حاکمیت ملی، یا فرمان فرمایی ملی، یا فرمان روایی، فرمان روایی به گاورنینگ مربوط میشه، فرمان فرمایی سابرنیتی مربوط میشه، سابرنینگ مربوط میشه. فرمان فرمایی ملی تقسیم ناپذیره. همه جای ایران، همه خودشون رو ملت ایران میدونن و حاکمیت از آن همه ملت ایران. اگر یک سانتیمتر از خاک ایران بخواد جدا بشه، اینطور نیست که خود اون افرادی که تو اون کوچه خودش رو نمیدونم کوچه خودش که داره به زبان خودش صحبت کنه بگه میخوایم انتخابات بزنیم جدا بشه. ابدا. در مورد هر نقطه از خاک ایران، دموکراسی، بله، ما به دموکراسی اعتقاد داریم. همه ملت ایران، یکایک شهروندان ایران، از هر نقطه ایران باید نظر. اگر ملت ایران تصمیم گرفت اون نقطه بره، اون موقع بله میشه. ولی اونطور نیست که هر کسی خودش، هر کسی با کوچه خودش، با هم‌محلی های خودش، قبیله خودش صحبت بکنه. ما یه زبان داریم، ما یه فرهنگ داریم، بنابراین من و هم کوچه های خودم انتخابات میذاریم جلاشیم. ابدا. اینو جلاشی میگیریم، اینو جلاشی گرفتیم، بازم میگیریم. ملت، همه کسانی که خودشون رو ایرانی میتونن، ملت ایران میتونن، جلاشی میگیرن. از جمهوری اسلامی دلهای مردم ایران خون بود، اما صدام حسین که آمد، یک پاچه، حتی والا حضرت رضا پهلوی که در اون گروه این تخطی از چارچوب ملی صورت نگرفته بود، توسط ایشون آمدن و عنوان خلبان جتای جنگی خواستن به نیرو هوایی ایران خدمت کنن، مثل هر میان پس دیگه، مثل هر ایرانی. و اتفاقا گروه سیاسی که نقض کرد، پشت کرد به ملت، زیر پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی، زیر نام مبارزه با جمهوری اسلامی،
منفورترین سازمان سیاسی، یکی از منفورترین سازمان‌های سیاسی به نظر من تاریخ معاصری، حتی از حزب توده و اون سازمان مجاهدین خلق. بنابراین چارچوب ملی ایران اولویت شماره یک، همه چیز زیر این چارچوب معنی پیدا می‌کنه. اول ایران، اول وجود کشوری به نام ایران در پهنه جغرافیا، در پهنه سپاسگزارم از توضیحی که فرمودید. من بیشتر از اتاق فرمان لطف کنید به من بفرمایید که چند دقیقه وقت دارم. دقایق پیش رو محدوده. حالا سوال دیگه رو میخوام مطرح کنم، چون شما فرمودید با بیانیه تشکیل شورای ملی از اساس موافق نبودید، برای اینکه مسئله حاکمیت ملی درش به درستی نگاه نشد. ممکنه بفرمایید این موارد در متن این بیانیه کجاها هست که موجب در واقع عدم پذیرش این بیانیه، چون مؤسسه است که تا این لحظه ریاستش با شاپور رضا پهلوی است، کجا هست که با اصل حاکمیت ملی در ایران در تضاد قرار میگیره؟ البته اگر که من بیشتر از 7 دقیقه وقت ندارم، خواهش میکنم تا اونجایی که میشه پاسخ بدید، خودتونو محدود نکنید. امیدوارم هفته آینده با شما باشم و بتونیم پاسخ مفصلتر شما رو داشته باشیم. بفهمید خواهش میکنم. جان فرقاقی عزیز، میشم که هی از این سازمانه که سیاسی فاصله بگیرن وارد این مسئله است این سازمان نشن، به این علت مشخص قبل از این که این سازمان ملی یا غیر ملی باشه این سازمان سیاسی است، یک سازمان سیاسی است، یک شبیه به یک حزب داره عمل میکنه. شاهزاده رضا پهلوی و اعلیحضرت رضا پهلوی نباید حزبی باشن. چرا؟ اصلا مستقل از این که اول ایران رو رعایت کرده نکرده، وجود ایران توش هست یا نیست، این سازمان در مورد جزئی ترین مسائل سیاسی که برخلاف فرمایش قول حضرت رضا پهلوی است، ایشون همواره می‌فرمایند که من یک شخصیت فراجنایی، فرامسلکی، فراسیاسی هستم. شما چه فراسیاسی هستید که در مورد جزئی‌ترین مسائل سیاسی هم دخالت کنید؟ شما این شورای نامبرده در مورد حدود اختیارات حکومت مرکزی هم حتی مصدره، میگه میگه پول، سیاست خارجه و سیاست دفاعی به علاوه دو تا استاندارد بهداشتی و تحصیلی واسه مردم ایران همه اختیاراتی که حکومت مرکزی داره. شما امریکای فدرال بالای رای سوپریم کورت امریکا اهلی نمیتونه حرف بزنه. شما چی کاره هستید در مورد من از دینو خطاب به قرازت تا پردی ارزم کنم نویسندگان و کسانی که باورمند به اون شورا هستن و تهیه کنن چه کاره هستید؟ شما خب میتونن اونها پاسخ درست بدن، بگن این حق ماست این نظر رو داشته باشیم، من هم سرم رو پایین میاندازم با احترام هرچه تمامتر میپذیرم که این حق رو پاست. اما اگر کسی آمد ادعا کرد که خودش این حق رو از خودش سلب کرد، آقای مجتبی واحدی مشاور آقای کروبی، خیلی جالب، خیلی جالب، یک بار یه مقاله این نوشتن خطاب به درگاهی با لحظت رضا پهلوی، ایشون نوشتن که شاهزاده یا آقای رضا پهلوی اگر به سیاست وارد میشوید مقدمتون مبارک، ولی خیس میشید، خیلی جالب که مشاور فردی مثل کروبی، آقای کروبی بر این باوره که یه چیز استثنایی وجود داره، یه آدم استثنایی وجود داره به اسم رضا پهلوی که اون نباید خیس سیاست میشه. یعنی شما ببینید نفوذ نان خانوادگی پهلوی تا کجاست که حتی صدای اونها هم در اومد که مبادا خیس بشید. دو ایراد اساسی وارد، اولین ایراد به لحاظ متدولوژیک، به لحاظ روش شناختی اینه که ایشون وارد یک پروژه سیاسی میشن. نباید بشن. چرا نباید بشن؟ چون خودشون فرمودن. اگر خودشون میفرمودن که من یه فرمانده هستم، یک رهبر حزبی هستم، خب تعریف ما بر اساس تعریف خودشون از خودشون ایشون میداورید، میارزیابید. اما وقتی ایشون خودشون میفرمودن که من سیاسی نیستم، پس بنا بر نرمی که خودشون تعیین کردن، تعیین فرمودن، ایشون رو با همون نرم نمیتونیم بسنجیم، خب خطاست دیگه، وارد پروژه سیاسی شدن، این خطاست. و مورد دوم اینه که حالا وارد پروژه سیاسی شدن، میریم ببینیم هویت این پروژه سیاسی چیه، ببینیم با چی شروع میشه. خبری از ایران نیست، با یونیورسال دکلریشن اف هیومن رایتس شروع میشه. شما قانون اساسی کشورهایی که حاکمیت ملی واحد دارن،
مطالبه فرمود. کدوم نشون حقوق بشر بود؟ اولیش فرانسه است دیگه. فرانسه نخستین نسخه حقوق بشری رو بیرون داد. اون از شهر با هر از هر کشوری زودتر حقوق بشری کرد. درسته؟ اگر اینطوره اون از سی فرانسه مطالبه فرمود. کجا حقوق بشر آغاز شده؟ که این سازمان سیاسی با حقوق بشر آغاز کرد. بعد شماره دو نوشتن تمامیت ارضی ایران. بعد الان به مردمی که به دانش حقوق مسلط نیستن نمیتونن این رو میان نشون میدن و اونها فکر میکنن بله اینا راست میگن، نه دروغ میگن، دروغ محض میگن. گذاشتن اصل شماره دو عدد کنارش رو نگاه بکنید، اگر یک بود راست کن، اگر دو بود غلط کن. من دیگه وارد بحث بندی داستش که یک امر درون سازمانی است و مسئولیتش با کسانی است که رفتند و وارد شدند به اون سازمان سیاسی میدن، وگرنه اساس ماجرا قبل از هر چیز اینه که وجود ایران شماره یک این سازمان نیست. هر سازمان اگر شماره یکش وجود ایران نباشه و تعریف نکنه، من اون سازمان رو به عنوان یکی از سهامداران سیاسی ایران و همکاری پذیر برای حل مشکلات ایران به رسمیت نمی‌شناسم. ببینید از این مطلب بسیار کلی که بگذاریم که اساس فلسفه فکری شما رو تشکیل میده، مطلبی که بهانه شده یا دلیلی شده برای اینکه این بیانیه نوشته بشه دو مصاحبه است از شاهپور رضا پهلوی که یکیش همین اواخر انجام شده و یکیش هم بعد از چندین سال دوباره رو آمده و مطرح شده. و در این بیانیه ها به نظر میرسه که شاهپور رضا پهلوی طبق معیاری که شما دارید میگید به این معیار توجه کافی نکرده، یا به قولی از نظر سیاسی احتمالاً حتی رودست خورده، و یا حتی اینکه آگاه بوده ولی بنا به دلایل سیاسی مماشات کرده. آیا هیچ کدوم از این دلایل از نظر شما قابل قبول هست یا خیر؟ یکی این که ایشون به هر حال در مورد سه جزیره ایران واژه سه جزیره اماراتی رو پذیرفته، در مقابلش عکس‌العمل نشون نداده، چند جا از واژه دو جا از واژه خلیج استفاده کرده به جای خلیج فارس. این به نظر شما چه نوع خطایی از نظر رهبری سیاسی به حساب میاد؟ چه نوع اشتباهی به شمار میاد؟ آیا در این موارد در دورانی که با ایشون رایزنی میکردید هیچ بحثی داشتید؟ دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای این پاسخ، بقیه گفتگو رو هفته آینده با موافقت شما ادامه میدیم. بفرمید، خواهش میکنم، فقط دو دقیقه. صدای شما قطع شد. آیا آبادمند هست؟ صدا هست بله، الان هست. بلازد رضا پهلوی چارچوب معماری ایران رو در 10 سال گذشته نقض سیستماتیک فرموده. نقض سیستماتیک، اشتباه یک باره، اشتباه دو باره، اشتباه سه باره. ایشون انتخاب کردن که حاکمیت ملی ایران رو میشود به راه گذاشت. ببینید هممیهنان عزیز ما ایرانی ها در هر نقطه از دنیا باید اینو بدونن. شما آقای فروزنده الان از من سوال میپرسن که بردی آفارس، آیا شما بر این باورید که مردم باید در مورد فدرالیسم نظر بدن یا نه؟ من اگر بگم نه، ممکنه یه جایی بگم عجب آدم دیکتاتوری. اون عده نمیشناسند. همواره باید بر این مثال تاکید کرد. اصول رایناپذیره. برابری حقوق زن و مرد رو نمیشود به انتخابات گذاشت. اصل پرنسیپه. آیا متوجه، آیا همیهنان ما متوجه این مسئله هستند، هستید که اصول رو نمیشود به رای گذاشت؟ نگاه نکنید اگر من لبخندی به صورت زدم و آمدن گفتم که مردم باید تصمیم بگیرن، این در نقص خودش حرف درستی است. نه، بنیاد ما رو برباد میده این سخن در برخی موارد. اگر در مورد اصول باشه، نقض اصول به نظر من، امیدوارم ناآگاهانه از سمت والازاد ازاد پهلوی در 10 سال گذشته نقض شده. این دو موردی که شما نابردید که بهانه ای بود برای پرداختن به اون موارد پیشین، موارد بسیار اصلی تر پیشین، این
نقض سیستماتیک برمی‌داشت. سپاسگزارم جناب بردیا پارس. متاسفانه وقت برنامه من به پایان رسید. با موافقت جناب عالی هفته آینده این بحث رو از همین سوال و همین جا در خدمتتون ادامه میدیم. آیا موافق هستین؟ کجا فرزنده عزیز؟ اگر این سوال کنه سیاسی پرداخت نشه من دخواست. ببینید داریم مسیر طبیعی رو میاییم. بذارید در این مسیر طبیعی هر جا که راحت نبودید از پاسخ دادن عذرخواهی بکنید، نخواهید وارد بشید، هیچ اجباری درش نیست. یعنی ضمن این که من آزادی شما رو بهش احترام میذارم، شما هم احترام روزنامه نگاری من رو رعایت بفرمایید که منم آزاد باشم، شما رو تو هر خیابونی میخوام ببرم ببرم. برای اینکه سخت با شما گفتگو کردن و میدونم شما وارد خیابونایی که نخواهید بشید نخواهید شد. سپاسگزارم. بینندگان عزیز هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار بکام. متاسفم که بحث در جای بسیار حساس خودش تمام شد. برای بردیا پارس عزیز در پاریس شب خوبی را آرزو میکنم. به شما قول میدم هفته آینده این گفتگو رو از همین جا که قطع شد با ایشون ادامه خواهم داد. از آقای امیر شهرتی هم ممنونم. برای ایران جاودانگی و پایندگی رو خواستم.